در ردبندی این شاخص جهانی افغانستان به عنوان غمگین ترین کشور جهان شناخته شده. درده دیگه، واقعا درد داره. سلام همه همراهان عزیز، هر کجای این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستین. سلام دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. در این برنامه دو تا ویدیو کاملا متفاوت قراره ریاکشن بریم که سورپرایز هست، بهتون نمیگم داستان از چه قراره، با ما همراه باشید. قبلش کامنت شما عزیزان رو میخونم که دوست عزیزی برای من نوشته داداش گل ایرانی، مادر عزیز ایرانی، عشق هستید. خیلی ممنون محبت شما، خیلی خوشحالیم دوستان مهربانی مثل شما رو کنار خودمون داریم. سلامت باشید، عاشقانه دوستتون داریم، امیدوارم که با دیدن برنامه ما حسابی کیف کنید. لینک ویدیو هست رو براتون داخل دسکریپشن قرار میدم، از کانال اصلا میتونید تماشا کنید و حمایتش کنید. شروع کنید ریاکشن رو. آمار دادن که افغان ها غمگین ترین مردم جهان شناخته شدن. این که آدمی تشنه عشق، تشنه آرامشه، تشنه صلح، تشنه دوست داشتنه، چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی به نظر من حق یک انسانه. اصلا ذات انسان به گونه ایه که با خشونت سازگار نیست. خدا انسان رو جوری خلق کرده، برای همین قلب داده، توی قلب یه ماهیچه داده به اسم کرونر قلب، که اون ماهیچه با کار احساسی عاطفی انسان رو انجام میده، به مغز دستور میده. همه چی حساب شده است برای خلقت بشر، پس طبیعیه که بشر نتونه سازگار باشه با نابرابری و خشونت. و یه واژه همینه دیگه، واقعا وقتی آدم دوچار بحران‌هایی بشه، وقتی برای زندگی روزمرهش تلاش ها کنه و یه ذره دغدغه‌مند باشه از اینکه الان داره چه اتفاقی میفته، دو دقیقه دیگه چه اتفاقی میفته، نتونه واقعا از ته قلبش خوشحال باشه. استرس و نگرانی نمیذاره. آره. سه حرفی هست صلح. تمام دنیا خواهان حکومت صلح هستن و واقعا زمین لیاقتش صلحه. و خیلی خیلی متاسف شدم وقتی امروز صبح این خبر رو خوندم که شاخص شادی جهان بار دیگر در تاریخ 20 مارس یعنی روز جهانی شادی منتشر شده و در ردبندی این شاخص جهانی افغانستان به عنوان غمگین ترین کشور جهان شناخته شده. درد دیگه، واقعا درد داره اینکه یه کشوری باشه که غمگین ترین کشور در کل دنیا باشه. و امیدوارم که زودتر روزهای خوش برای مردم افغانستان از راه برسه. حتی مردم ایران هم واقعا زیاد خوشحال نیستن، خیلی هاشون ما یه جورایی مثل همین، حالا غمگین ترین نیستیم ولی ما هم خیلی از مردم هم غم دارم. آره، امیدوارم که روزهای بهتری واقعا از راه برسه. تای دل بخندم مردم افغانستان. تا سالهاست درگیر جنگ و فقر و بیکاری عامل اصلیشه که این نابرابری و جنگ باعث شده که بیکاری و فقر بیداد کنه. میبینید که خیلی هاشون هم مهاجرت میکنن، حالا قانونی غیر قانونی تو کشور ما هم هستن و انصافا مردم ما هم دارن با آغوش باز میپذیرن و کنار اونها دارن خوب زندگی میکنن. بیش از اینکه ما این تا اینجا ماجرا ویدیو اول که مربوط به شبکه 3 بود، برنامه سلام صبح بخیر که صبح ها پخش میشه و میتونید تماشا کنید. الان هم میخوایم بریم به کابل، به افغانستان و یکم با مردم افغانستان صحبت کنیم، اینو حالا هواشون چطوریه و این روزها دارن چی کار میکنن. ویدیو هم بسیار بسیار جدیده. به طرف بالا برم اینمی آدم بسیار خوشخی از ایره دیدیم، از همون طرف میام ایره گب زده و باز میریم به خیر طرف. امو یار خوشخوی هستی امی؟ سلام علیکم بابا، انشاءالله جور است جانا که جور است خیرتیست جانا که جور است. یک سلام به خودت، یک سلام به کسایی که میبینیم امشاءالله. قربان سرت اونموشه کلگی کسایی که ما را میبینه اونموشه. سلام علیکم به کلگی انشاءالله. نام تا بگو. نام امید هستم. امید جان، کراچی گلی سوسو میبری ها؟ والا گلی که چقدر نازک هست. چی کنیم دیگر، نازکی گل اون موس که گفته یکان ایسون اوسون ببریش یک جایی که باشه. من خودم استاس ایره فکر کو که از چورایی دو خوبات اینجا بردیم هم دیگه مستیر مستی نمای پامیر کارت 4 کارت 3 دکار رو سیار این همه تو یک بیره که دیوانه شدم دیگه لغت دم از میدانه اوی اول ما بگی پیاده آخه اکو مزا بخدا قسم شاید کسایی که دمش گرم پیاده میاد. آره پیاده تقریبا مسافت خیلی زیادی میاد و چه شغل جذابی هم داره، گل فروشی کلا گل و گیاه. گلاس فکر میکنم باعث میشه آره. انرژی رو بگیره. گل و گیاه کلا باعث نشاط میشه. ویدیو را ببینه شاید بشناسیم، یک چند پیر دیگه مصاحبه کردیم. خانه ما در چرایی دو خوابات هستن دیگه، شکر فضل خدا با کاروباری احتیاجت ندارم، اما
ساعتم تیر است که کار کنم. فکرت است وقتی که کار میکنم گفته یکانو نه یک خوشی یک است. آه بعد انسان فکر کو پیش حد میشی از اول خف دست پیدا میکنی باش آمد با غیرت خوبی کردیم خوب میبینیم بدی کردیم بد میبینیم. از مرخونه تقدیرت یک ماهاز بگیم جانم از دیگه سوال نمیکنم از خوبی کردی خوب میبینی بدی کردی بد میبینی. این کلن قانون دنیاست، قانون نانوشته دنیاست. جان ما در زندگیم از مردم یک توقع دارم، این نمی توقع که در زندگی یک جامعه بسازن که تو در پشت ما گپ نزنی ما در پشت تو. حداقل اگر امید جان این گپا رو نزن که می دلم دروازه نداره که برات واسه کنم. برو چی خدمت برو که اینا اگر تو خود چیز نمیگی ما که شروع کنم 100 سر از گپا دلک ما اینا ما قینه ما قولا داره. برو ما خود ما کچولو میفروشیم دخلته داره په فایده میگیریم عمو داره په روز ما تیر میشه سرش. اما تو هر کس کوشش کنه بیادر زیاد ظلم نکنه، ظلم زیاد نکنه بیادر اون هر رزق فریمان سرزانیش. یک چیز دیگر رو میخواییم بگویم، حالا کچولو خود دیگام سودا میکنه، دیگام اگم با تشویش پیشانیش ترش پیاز سودا میکنه، تو نام خدا تو خود اگه بغل انداختی که من اگم میگم ایک دیگه ایک قد دلت جمع هست رئیس ستانم ایمان بیادر تو راست که امیار کار که هست نصیبت که چیزی باشه برات میرسه. این دوش چالاکی سیرایی چالاکی ناق هست. کاش که کلگی تو رو وارد دل جمع داشته باشه. بله ما جمع هست اینجا چی هست؟ بله تهش به نظرم هر کاری که داریم انجام میدیم واقعا ارزشمنده. بعد تو کارمون چالاکی داشته باشیم آره. یه جوری حتی زرنگ باشیم بعضی وقتا و در نهایت سعی کنیم آره کارمون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم و تهش رزق و روزی حلال رو به خونمون ببریم. این به نظر باعث میشه در آینده هی ما پیشرفت کنیم. دونوجا لوحه سوپر آیس کریم هست اما خوراک فروشی اینجا هم هست. چطور هسته؟ میان باش که یک ذره بخورم. دو بالا نل نیست؟ از او خرابه. خراب هست؟ خب حالا کلگی از اون بالا در ایجا آوردن میان؟ آه خب روز چند دفعه باز پشته او می؟ سه دفعه چهار دفعه. چقدر سخت. بگو سه چهار دفعه بیایی تا پایین آب آره آب رو پر کنی و آب ببری بالا و خیلی کار سختیه که دارن انجام میدن. یه دونه هم گفتش آب هست بالا چشمه خرابه. امیدوارم آره. مقطعی خراب باشه درست شه. حتما اگر این ویدیو رو حالا مسئولان کشور افغانستان شهر کابل و بقیه شهرها میبینن حواستون باشه به جاهایی که یه ذره حالا کمتر تو دیده آره. مثلا بالای کوه یه بالای ارتفاعی ایران هم این کمیه آره تو ایران هم هست تو خیلی از روستا بچه ها میرن از لبه یه سری دریاچه آب آره. میارن واقعا امیدوارم که این مسائل دیگه چیزایی که وقتی به زندگی کردن برمیگرده اونا رو باید به طور ویژه‌ای بهشون توجه بشه و زودتر رفع بشه. اولی است و خصوصا که دردسر برای بچه‌ها که معصومن پیش میاد. آره با زور تا میکشه 3 4 دفعه پشت او می. تو خزور داری؟ آی نام خدا نامک چیز؟ اسما. اسما جا یک زمان شرکت‌های شخصی بود. این دمو قیل نیل کو چی میداد؟ مردم ها میدادن. باز ارتفاعش هم زیاده فکر کن تو اون بالا بخوای 3-4 دفعه آره بخوای ببری 3-4 دفعه بری پایین بیا پایین آب ببری خیلی سخته بابا. پیسه جمع میکردن آنها تاویل میکردن پیسه برشون شرکت های شخصی. حالا اونمون شرکت های شخصی کم شده یگان نله که پایین هست که از باز مردم ما بیچاره میان از اینجا او میگیرن میبرن بالا. اینمی قسمت ها اینی دیواره که میبینین از خیلی وقت به این طرف که ما از این منطقه میگذرم اینمی دیواره در ایجا از بسیار سابقه است. رفیقای ما گفته بودن که چند تا خانه سابقه است. ما از این طرف دیگه تصویر دارم باز هر کدامش که بدل شما بود دیگه اونه باز ببینین. اون قسمت یک دروازه که نارنجیگه که است اینی هم امو دیواره خیلی ها سابقه که در اینجا در این قسمت کوی تلویزیون بگویم یا کوی آسمایی بگویم اینمی قسمت است. کوچه پس کوچه های باحالیه دیگه یه جور شبیه تهران قدیمه آره.
همین الانش هم تو خیلی از محله‌های قدیمی تهران یا شهرستانای دیگه بریم بگردین همچین کوچه پس کوچه‌ای می‌بینید. باصفا حالا هوا قشنگی داره. همین منطقه رو چی میگن؟ این منطقه دیگه جوشیر تقریبا جوشیر گفتم شما اون قسمت. جوشیر. حالا کوی تلویزیون هم میگن. کوی آسمایی هم میگن. دل کوی آسمایی هم میگن. کلارتن هم میگن. سید مزنگ هم میگن. نه با چلو تو جوشیر. اما اصلیش باز کدامش میشه؟ اما اصلیش دیگه مربوطه شماست که چیه 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 از کابل. هرچی که میگی. حالا کابلی نیستی؟ نه ما از غزنی نیستم. خب در غزنی زندگی میکنی؟ نه همینجا زندگی میکنی. همینجا زندگی میکنی. از غزنی هستی؟ از غزنی. چه خوب جایست؟ والا دیگه خدا آینده‌اش خوب کنه دیگه بچه بگو آینده‌اش خوب کنه؟ آینده‌اش خوب کنه آی خداوند آینده‌اش خوب کنه امروز ما یک چکری غزنی را مزه کردیم که چک مزه داد خب باز مهمان ما میشه نمون طرف ها باز یک روز هم زینجا چی میکنیم تصمیم میگیریم میریم هم اونجا یک چکری به به من یه نکته هم بگم خیلی به چشم اومده این گزارشگر ما خیلی واقعا آره گزارشگر شبکه آریانا واقعا با افراد مسن خوشمشرب داره صحبت میکنه با افرادی که کم سن و سالن خوب صحبت میکنه با هر قشری با هر کسی که صحبت میکنه یه جور انگار چندین ساله میشناسدش انسان فروتنی هست آره. میشه لقمه برمیداره و بقیه میخوره این باعث میشه اصلا اون جذابیت اون مصاحبه‌ای که حالا 10 دقیقه 15 آره. دقیقه 20 دقیقه است خیلی جذابتر بشه تا انتها آدم تماشا کنه و لذت ببره هم مکتب میخونه هم درس خودم میخونه و هم به خانه یک لقمه‌نان حلال پیدا میکنم میخوای داینده چی شوی؟ خدا معلومه با خدا معلومه شما خوزاو کنده کدام رشتن؟ ما کوشش بکنم که مکتب بخونم مکتب خلاص کنم نشرگاه فرین همین که الان مکتب هم تموم کنم گفته چه شغلی دوست داری اون مکتب رو تموم کنم فعلا آره تصمیم میگیره آره شغلی مد نظرش نیست ولی خب امیدوارم که اتفاقای خوبی برای این دوست عزیزمون بیفته و این غذاهای خوشمزه رو آماده کرده بود مسلمه اینجوری که کمک خانوادهش آره. میکنه در کنار کار درس هم میکنه مسلمه خیلی این کار رو میکنه حتی قدیم ترها خیلی حتی بیشتر هم بودش که در کنار کار الان مثلا ایام تابستونی آره، بود تابستون معمولا آره یه کاری انجام میدادن تحصیل و کار کنار هم بود امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته روزهای قشنگی باشه برای این کسایی که مخصوصا سن و سالشون کمتره آینده خوب و خوشی داشته باشن مرسی از همراهیتون مرسی که تا انتها کنار ما بودین این ویدیو رو تماشا کردین امیدوارم لذت برده باشین یادتون نره بتونید برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید جور و صحتمند فعلا خدا نگهدار در پناه خدا باشید with the